سلام به همه بچه های ساکر پادکست امیدوارم که حال خوب باشه همونطور که میدونین جاوی قرار شدش که فصل بعدم تو بارسلونا بمونه در کمال ناباوری برای خیلی هوادارهای بارسلونا اومدیم راجع به این قضیه با عطای عزیز صحبت کنیم و برای بچه هم که تازه ما رو میدن ما راجع به فوتبال اروپا صحبت میکنیم اگه دوستای ما رو سابسکرایب کنین لایو ریاکشن به بازی حساس بیاین اگه دوستای علامت زنگوله رو بزنین که ما هر موقع اومدیم لایو خودتون خبردار بشین عطا رو داریم چطوری خوبی سلام سلام به بچه ها سلام به تو سروش امیدوارم که حالا همه خوب باشه حتا یه کمی برامون از اخبار بگو حالا قرار بود که اصلا از اون اولش بگو که قرار بود اخراج چی اصلا قبل جلسه آره جوابی که آره خب قرار بود با همون استفایی که داده بود که گفته بود خب من اگه جام نبریم من آخر فصل میرم قرار شده بود که جدا بشه ولی حالا تا قبل اون جلسه ای که پریشب برگزار شد قرار به این شده بود که جاوی جدا بشه به خاطر اینکه قبول نکرده بود شروطی که مدیرا گذاشته بودن که تغییر کادر فنی بود یه سری تغییراتی که حالا گفته بودن که بعد جلسه معلوم شد که حالا یه ذره به کاهش دادن مدیرا اون انتظاراتشونو ولی حالا قبل جلسه این بود که جاوید دیگه نمیخواد به قطعی شده تصمیمش که نمونه و جدا بشه و بعد جلسه خب صحبتهایی که تو خونه لاپورتا کردن مشخص شد که به توافق رسیدن که جاوی فصل آینده هم بمون و قراردادش تا سال 2025 -20 که اوایل این فصل تمدید کرد و کامل کنه حالا شروع تو خونه چیکار جابی... کردن چون که دو ساعت قبلش قرار بودش که اینا اصلا نه به خدا آخه یعنی چی اصلا خود ببین تو جملت هم دقیقا درست و شاید بچه یا با جاوی که قرار بود بره هیچی یه بارم دو ساعت قبل جلسه قرار بود بره یعنی دو بار توان دو, دو قرار بود شده بود آره و بعدش یهو رفتن تو خونه یه فعل و انفالاتی شکل گرفت صحبت کردم با هم صحبت کرد مثل که آره گفتن که باید بمونه و این عجیبه حالا آه. ادامه بده آره حالا میگم تا الان خیلی خبر دقیقی نیومده که چرا به این توافق رسیدن و کدوم طرف بوده که گوتا اومده من نمیدونم من اصلا معلوم نیست که جاوی قبول کرده که کادر فنیشو تغییر بده که خب این شامل حذف کسی نمیشه یعنی خبری که تا الان که اینی که هست دست نمیخوره یعنی تغییر نمیکنه ممکنه آدم بهش اضافه بشه مثل خولیو تورسی که بدنساز تیم کونته بوده تو چلسی و یوگو و تیم ملی ایتالیا اون قرار اضافه, بشه ولی من... درسته آره قرار اضافه آره، آره، بشه آره. و... ولی کسی از, 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 از این تیم حذف نمیشه و یه فیزیوتراپ هم بوده فیزیوتراپ بوده که بعد عمل پویول فکر میکنم که ربات صلیبی داده بود باهاش کار کرده بود اونم قراره که اضافه بشه و خب احتمالا به یه توافق دو طرفی رسیدن که اونام تمام تلاششون رو میکنم ولن یه آفک دفاعی تاپ بگیرن مثل کیمیچ و زوبی مندی که تو اولویت جاوی و برناردو سیلوا احتمال زیاد که فکر میکنم این بوده به توافقی که رسیدن حالا سوش تو نظرت رو بگو به نظرت این کار درستی بود یا کار غلطی بود از لحاظ فنی از لحاظ نمیدونم من همه, همه نظرم من نظر من لحاظ اخلاقی بررسیم می‌کنم لحاظ مدیریتی بررسی کام لحاظ فنی هم بررسی می‌کنم هر غلط بود به نظر ببین الان لحاظ فنی ببین پیش فرض من این پیش فرزه. این چیزی نیست که من بدونم من دارم یک فرضیه سازی می‌کنم اینطوری این نظرم هم نیست فرضیه‌مه فرضی هم اینه که اون موقعی که اینا داشتن میباختن این رفته تو اتاق لاپورتا اینا هم که میدونستم پول ندارن گفته آقا چیکار کنی گفته من اس... میگفتش تو استفا بده بچه ها روحیه بگیرن بیاین بالا تا یه جایی هم جواب داد و یه همچنان تو نقش خودش مونده بود و یه کمی هم شایعه سازی شده بودش چون خیلی مطمئن بوده از اینکه پاریس رو میبرن با توجه بازی رفت و تو اون در حین اون بازی رفت رگش کلی صحبت شد راجع به تمدید ژاوی بعد که بازی رو باختش رئال باختن دیگه خود دیگه هیچ جامی نبود هیچ چیزی نبود هیچ دستاوردی نبود خب حالا دعوتش کردن اوردنش مثلا توی هر جا گفتن آقا میخوایم اخراجت اصلا واقعا فکر کنم میخوان اخراجش کنم خب باشگاه کیو داره بره پول هم که به اعتقاد من پول داره بره یه سرمربی دیگه بیاره ولی میگه الان من یه سرمربی دیگه بیارم با این اسکوادی که دارم چه جوری نتیجه بگیرم حالا این لحاظ اخلاقیشه که به نظر من شاوی خیلی کاره ببین دو حالت داره یعنی اینکه یا اینکه سر همه رو شیره مالید با این فرضیه اول منه یا اینکه توان تصمیم گیری نداره و آدمیه که نمیشه رو تصمیماتش حساب کرد دیگه یعنی این دو حالت خارج است دیگه. یعنی حالا آدم میتونه نظرش رو عوض کنه اینم اشکالی نداره یعنی ما فرض میکنیم که نظرش این بوده واقعا باید بره ولی حالا الان نظرش عوض شده گفته میخوام بمونم و آباد کنم این نظر مربی ولی میخوام بگم که احتمالش خیلی کمه حالا نظر فنی خب ما توی این موقعیت که داشتم دقت میکنم از ما چند... چند،, تا بازی مهم داشتم داشتیم فکر میکنم در طول مربیگری اجابی یکی الکلاسیکا ها بوده یکی بازی با اینتر بوده یکی بازی با پورتو رو جاوی مربی بود دیگه دوران کومن بعد دوران کومن بازی بای... بینفیکا بی باز ببخشید بله بینفیکا بازی بایر مونیخ بازی رفتش بازی که من میبردیم فصل پیش توی آلیانز. گروهی برد. بازی با اینتر بازی جام و همین چمپیونز لیگ یعنی چون دیگه اصلا به چ... بالای چمپیونز لیگ نرسیده بود تو دو سال قبلش که بخوام یه مثال دیگه از چمپیونز لیگ بیارم هم کمه تو اینجا این نقاط حساس و مربی که با تجربه باشه از این 5 تا نقطه حساس سه تاشو چهار تاشو در میاره اگه خیلی مشتی باشه که 5 تاشم در میاره ای خوا وقتی آمار سفر روی نقاط حساس فصل داری من همین انتقاد اونور بار... الان بچه‌ها میگن حالا با آرسنال چوده من همین انتقاد اونور به آرتتا دارم مثلا برو در نقاط حساس فصل نشون داد که کم تجربه است ولی خب اون شرایط اون آرسنال آرسنال داره اوو پرفورم میکنه خیلی خوب بازی میکنه ولی بارسلونا وظیفه‌اش قهرمانیه در طول فصل نمیدونم موافقه با من م. یا نه یعنی حالا م. تا اینجاش این این مدیریتش هم والا بعدا میگم که چه نظر اشتباه آره ببین راجع ت... حرفی که زدی من خیلی باد موافقم که این یه عمل استراتژیکی بود که جاوی گفت ببین الان این تیمه اصلا دیگه من هیچ کاری از دستم بر نمیاد که 5 تا از ویارال 16 ام جدول میخوره تو خونه خودش من کاری باهاش نمیتونم بکنم این بازیکن همین هایی بازی این که من دارم و از لحاظ تاکتیکی من هیچ امکان خاصی ندارم که بتونم تغییر ایجاد کنم تو شرایط تیم چیکار کنم بیام یه تغییری بدم که رسانه ها دست از سر این تیمه بردارن تغییرش چیه این که آقا من آخر میرم تقریبا همون کاری که کلوب ظهرش کرده بود جاوی شبش کرد و فکر میکنم خیلی اون تاثیر داشت یعنی چون ظهرش اون کار رو یورگن کلوب همه. کرده بود دو ساعت تو جلسه بودن بعد بازی و بعدش اومد اون کار رو انجام داد و کار من نمیگم تصمیم اشتباهی بود تصمیم بود که ممکن بود بگیره ممکن بود نگیره و خب تا یه جایی گرفت اون حرفی که زد تیم رو دور خوبی بود ولی خب میگم به جای حساس که رسید تیم دوباره وا داد و من بحثم اینه که خب اوکی الان تو این حرف رو زدی گفتی من اگه جام نگیرم آخر فصل میرم الان حالا بماند که ما هیچ جامی نگرفتیم سرمی سوپرکاپ فصل بعدمونم الان در حاله از ابهام قرار داره و تو موندنی شدی اینکه یعنی اعتبار حرفای تو تو فصل بعد توی رسانه ها میشه صفر یعنی صرف مربی که گفت من میرم فصل بعدش مونده شاید هم عملکردش بدتر از اون چیزی باشه که به خاطرش قرار شد جدا بشه و من دارم میگم تو بخ... با این حرف اه... تونستی که تیم و بندازی رو دور و الان فصل بعد میخوای چی کار کنی؟ فصل بعد اگه با دو سه تا خریدم برات بکنن میخوای با فشار رسانه ها چی کار بکنی؟ خب دوباره بر میگردی همون جایی که فصل اول فصل قبل بودی دیگه دیگه, دیگه نمیتونی بگی من آخر فصل میرم که یا نمیدونم من وسط پس میرم که همینیه که تو با بس و نتیجه بگیری برناردو سیلوا رو برات بگیرن انتظار دارن اگه پارسال تا یک چهارم رفتی امسال دیگه حداقل باید تا نیمه نهایی بری و اینه که منو از بارسای فصل آینده میترسونه چون بارسایی که پارسال هم نتیجه گرفت پوجاوی تیم بود که اون موقع هم ازش انتظاری نبود یعنی تیم بود که داشت در مراحل ساخته شدن بود ولی این تیم بود که ازش انتظار میرفت تیم بود که انتظار ازش میرفت تمام جامعه رو بگیره و جاوی هم واقعا چندین بار نشون داده که مربی نیست که توی مراحل سخت تصمیمات درست بگیره توی شرایط تو لحظات سخت تصمیمات درست بگیره کلا زیر سوال نمیبرمش با بار هزارم میگم مربی خوبیه ولی در لحظات یه مربی با تجربه تو نیاز داری که بتونه تصمیمات رو بگیره و جاوی به نظرم اون مربی نیست حالا من یه بخشی هم بگم خیلی سری میخوام اشاره چون احتمالا ما یه سری کامنت ها بگیریم که خب مثلا شما خیلی دارین جاویو چیز بکن اسکواد نداشت و اینا من خیلی منطقی میخوام صحبت بچه‌ها رو که کامنتای که کن رو جواب بدم امیدوارم که با توضیحات من قانشین یک این که شما وقتی میری یک جایی خب مثلا الان بری باشگاه مثلا شموشک نوشهر یا بری رئال مادرید یا بری بایر مونیخ یا بری زباهن یا بری پرسپولیس اسکواد میگیری بررسی میکنی شرایطو بهت میگم میگم ما پول داریم پول نداریم بازیکن میتونیم بخریم نمیتونیم بخریم تیم اینه این نیست شما یا قبول میکنی اون کار رو یا قبول نمیکنی یعنی این انتخاب اولش که جاوی قبول کرد در ازای اون کار داره پول میگیره و صد درصد پیشفرز یه هوادار بارسلون و تیم بارسلون در واقعیت هم همینطوره اینه که هر فصل برای قهرمانی بجنگه و شما و رو برای چی میاری برای اینکه یک بازیکن جوونگرایی گر... کنه که داره میکنه این موفق شد دو فوتبال زیبا بازی کنه به خاطر اینکه اینا دارن میگن دی ان به من که باشه من برمیدارم مورینیو رو میارم سرمربی باشگاه میکنه به مربی با تجربه با سری جوون با یه سری بازیکن با تجربه دیگه میتونه این تیمو تو دو اون دوران دی ان اینا گذشت حالا اینم میگیم بعد میگن دی ان ای باشگاه آوردیم خب مثل دی ان ای بازی نمیکنه دیگه یعنی فوتبال زیبا نمیده یکی از دلایلی که بهش انتقاد میشه همین الان شما نگاه کنی این فقط همچنین ب... مثلا نگاه کنی نتایج خیلی بدی هم نیست دیگه اومده مثلا چمپیونز لیگ چهارم هست شده دوم لیگ هم هستش مثلا هش امتیاز را عقب بود تا قبل امین ال کلاسیکو که حالا امتیاز قابل قبولی تو امتیاز تقریبا قابل قبولیه و اینکه جام ازلی یه بازی بوده هست شده یه یعنی قابل قبولیه ولی برای کسایی که همینطوری هلک کلکی هلک فوتبال میبینن نه اینطوری ببین شما در یک سری باشگاه ها بارها گفتم تو لایو محکومی به در بارسلونا در رئال مادرید در بایر مونیخ و الان امروزه در منچستر سیتی و قلب ها قبل ها شد در لیورپول و منچستر یونایتد هم اینطوری بود اینطوری نیست شما در این باشگاه محکومی به برد اگه اسکواد جوون میاری اگه اسکواد پیر میاری تو میدونستی شرایط باشگاه اینه نمیتون برات بازیکن بخرن پس هیچ موقع بیای اینجا ازشون دفاع کنیم که آقا این براش بازیکن نخلید. این نکته افر. نکته دوم اینه که فوتبال زیبا بازی نمیکنه نکته سوم هم گرایی که گفتم انجام میده و نکته چهارم هم دروغیه که بازیکن گفته و نکته پنجم یعنی دروغی گفته من میمونم و میرم و نکته پنجو بی تجربگی گی نمیتونه به یه سری بتن استفاده را مهرای با تجربه تیم مثل لواندوفسکی ببره من فکر نمیکنم لواندوفسکی انقدر سنش تاثیر گذاشته باشه که انقدر اوف کنه خب توپ نرسیده یا اون جوری که بعد از اون مهاجم بازی بگیره بازی نمیگیره حالا من نمیم اون چجوری. من, من میدونم اینو اون نمیدونه یعنی میدونم که لواندوفسکی نه خیلی در جریان بازی سازی قرار بدید در طول بازی اون اولا در بایر مونیخ فرق داشت وظایفش بعدش هم بیشتر بعد نزدیک دروازه بازی کنه تک فینیش کنه تو پا رو بزنه با سر بزنه و پا بزنه که این اتفاق نمیفته تو بازی سازی تیم شرکت میکنه بازیکن خسته میشه آداب پوزیشن میشه نمیتونه بره تو فضا خیلی مسئله ساده ولی خب این مسئله رو گوش یعنی گوش نمیکنن که خیلی خیلی تقصیر لاپورتا و اینا میدونن که اصلا به نظر منم تقصیر لاپورتا هم حتی نیست یعنی بخوایم دنبال مقصر بگردیم بعد دنبال ساندرو روسل بارتمو بگردیم ولی ما دنبال مقصر نیستیم ما دنبال راه به نظر من موندن جاوی مم. به نظر من موفقیت میزدن خواهد بود ولی همچنان احتمال موفقیتش هست برای فصل بعد ولی من احتمالشو خیلی کم میدونم حالا با تجربه که گفتم و فکر نمی کنم لاپورت ها هم خیلی گزینه دیگه ای جز جاوی داشت شاید نگهش داشت برای اینکه بره و بعد به کلوب فکر کنه من باید بدونم آخه من آخه روی کرده لاپورتا رو درک نمی کنم یعنی تو اگه داری میگی تیم به قانون یک به یک بر میگرده اگه داری این همه ادعا میکنی خب چرا جاوی رو همین الان کنار نذاشتی مربی ای که ببین پارسال ما قهرمان لالیگا ما مدافع عنوان قهرمانی لیگیم حالا اوکی برنا... ما بوسکت رفته ما ها دفاعی نگرفتیم ولی به این تیم جاو کانسلو اضافه شده و جاو کانسلو من این نکته سریع بگم بابتش که بچه ها میدونن الان کامنت میذارن که کلی تیمو به باد داد این جاو من قبول دارم که تو این دوتا بازی کلی اشتباهات فردی داشت 100 درصد مقصر بود روی که خوردیم مثل پنالتی که بدن دمبله داد اون پنالتی که بازکس از کوارسی گرفت ولی من به نظرم که تو بازیکنان میکنی مهمه ما ژاو کانسلوی رو داریم که آقا تو میدونی از لحاظ دفاعی این بازیکن ضعیفه نمیتونه مثل الخان رو باله که پارسال واسه تو دفاع میکرد با این خط دفاع چهار نفره نمیتونه اونجوری واسه تو دفاع کنه ولی تو انتظاری از کانسلو داری که به صورت کامپکت بیاد جمع بشه و دفاع کنه و کسی هم نیاد کمکش اصلا. کنه یعنی پارسال اگه تو اون کارو با بالده میکردی یه بوسکتسی بود که پشت باکس توپگیری میکرد یه رافینیایی بود که اون سمت میومد عقب دمبله بود که میدوید ولی الان هیچ کی رو نداری و انتظار نمیتونی داشته باشی از کوبارسی که خودش دو نفر اونور داره میگیره پشت سر کانسلر رو بخواد جمع بکنه و این ایرادم من به نظرم روی جاوی هم هست ایرادایی که کانسلر داره در حال حاضر تو باید سیستم تیم تو با توجه به بازیکنایی که داری بچینی تو اگه کانسلر رو داری یه خط بیارش شلوتر سه تا مدافع پا به توپ جوون درست حسابی مگه نداری خب اون سه اون خط دفاعی رو سه نفره کن آقا کانسلر رو بیار یه خط جلو من اصلا درک نمی‌کنم اصلا من همین رو به تو اصلا میگم اصلا وسط زمین رو شروع کن اصلا نه اصلا نه تقصیر کانسلر نه تقصیر آراخو اینا بازی کنه با کوالیتی هستن اصلا مثلا اصلا کانسلر تا سه سال پیش یکی بهترین دفاع چپ و راستای دنیا در به صورت همزمان بود اصلا من میشه شما تو سه سال الان بازی کنه که 49 سالش نیستش که کانسل من میشه تو سه سال مثلا فوتبالی هاش رفته باشه نه اینطوری نیست اولا میتونه اون دلار یه افتی داشته باشه آره میتونه ولی بازیکنی که کوالیتیش انقدر بالاه به مربی الان نمیتونه بازیکن بازی بگه من الان ترکیب برای تو میخونم تو ببین این ترکیب ترکیب ضعیفی یا, یا یعنی این ترکیب شما از پایین بیا بالا ترشتگن کونده آراوخو کریستیانسن تازه ممکنه من میس کنم الان که دارم بهت میگم این وری بهت بگم ترشتگن کانسلو آراوخو کونده باله اگه نبود اون راست راستو بذار آراوخو وسط کریستیانسن چپ کانسلو هافکا پدری گاوی گندوغان دیانگ مهاجما یاما رافینیا لواندوفسکی تازه من الان ممکنه میس کرده باشم آقا این اسکواد اسکواد اینقدر اسکواد ضعیفی که تو اینجوری فوتبال بازی کنی من نمیدونم حالا تو میگی بازیکن نداره بابا پا اینا پا ببخشی. این الان این کوبارسی رو که حالا من میگم تو جوانگرایی موفق بود دیگه ما قرار منصفانه ما اینجا صحبت کنیم جوانگرایی موفق ولی خوبه دیگه یعنی بازیکن بدیه مگه اگه بده که نذارش اگر هم خوبه که بعد نتیجه بگیری دیگه این بازیکن بازیکن ضعیفی نیست سنتا این کار نیست بیلزن آه. نیست و انتظارا از تیم میاد پایین اینطوری مثل منچستر یونایتد که الان سهمیام بگیرم کلاشینو میندازنم فقط که عادی سازی شد این روند نابودی تیمشون به نظر من اینطوری من... من یه, یه حرفی هم که راجع به لاپورتا موند که نزدم خیلی آدم درو و کسی یعنی میدونم که واسه یه آدم مدیر و اینا باید این ویژگی رو داشته باشه ولی رافا مارکز یه جوری جا کرد آخر توی این شایعه ها و حرفایی که زده میشد که آی رافا مارکز گزینه اول جانشین جاویه که بعد بیاد جاوی رو نگه داره همه بگن خدا رو شکر جاوی موند رافا مارکز نمیاد. دمت درایت در. لاپورتا لاپورتا خیلی من بهش اعتقاد دارم بچه ها برام کامنت کنن لاپورتا آدمه آبته دو دره ممکنه باشه آیا انسان ناموفقی یا موفق دو به نظر من موفق بله دمتون گم حتی دمت گم بچه ها لایک کامنت سابسکرابیتون نره فعلا